وزیر امور خارجه ایران میگوید امکان گلچین کردن بعضی از بخش های پروتکل الحاقی به هیچ وجه امکان پذیر نیست محمد جواد ظریف روز شنبه و در گفتگو با روزنامه اعتماد با اعلام این موضوع گفت اگر ایران بخواهد بخش از پروتکل الحاقی را گلچین کند این اختیار را به طرف های مقابل می دهد که اقدامات مشابهی انجام دهند امضای پروتکل الحاقی در پیمان منع گسترش سلاح‌های های این اجازه را به سازمان بین المللی انرژی اتمی می‌دهد. که بر فعالیت های کشورهای عضو دسترسی کامل داشته باشد. ایران هم از امضا کنندگان این پروتکل است. آقای ظریف در این باره گفته اینگونه نیست که فقط ایران ملاحظات امنیتی و نگرانی لو رفتن اسرار خود را داشته باشد. و اسرار صنعتی بخشی از برنامه هسته خیلی از کشورهاست. اینها هم دارند کار خودشان را با پذیرفتن پروتکل الحاقی انجام می‌دهند. سخنان اخیر وزیر امور خارجه ایران همزمان با اصالات گروهی از نمایندگان مجلس و فرماندهان نظامی است که اجرای کامل این پروتکل را رد کردند. برخی از نمایندگان مجلس از پذیرش پروتکل الحاقی به شرط استثنا شدن دسترسی به مراکز نظامی و مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای سخن گفتند. علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم در این حال گفته است مجلس ایران باید پروتکل الحاقی را پیش از رسیدن به توافق نهایی تصویب کند. مسعود جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران روز جمعه 15 خرداد گفت حتی اجازه بازدید محدود و کنترل شده از مراکز نظامی ایران داده نمی شود. یک روز پیش از آن عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران که در حال برگزاری دور دیگری از مذاکرات با شش قدرت جهانی در وین اتریش است بر دسترسی مدیریت شده به مراکز نظامی و هسته ایران به عنوان بخشی از پروتکل الحاقی و توافق با گروه پنج به علاوه یک تاکید کرده بود وزیر امور خارجه ایران در بخش دیگری از گفتگوی خود با روزنامه اعتماد با انتقال از مخالفت هایی که با مذاکرات هسته‌ای در ایران شده گفت بعضی حرفا موازه طرف مقابل را از سه بعد بسیار مهم گفتمانی عملیاتی و مذاکراتی تقویت می‌کند با وجود اعلام چند باره ی مقامات ایرانی که مذاکرات هستی در چارچوب تعیین شده رهبر جمهوری اسلامی انجام و جزئیات آن به او منتقل می شود آیت الله در تضاد با تفاهم تیم مذاکره کننده ایران گفته اجازه بازرسی از مراکز نظامی و مصاحبه با دانشمندان ای داده نخواهد شد مخالفان تیم مذاکره کننده ایران نیز کنون چندین تجمع اعتراضی برگزار کرده و عملکرد هیئت ایرانی را زیر سوال بردند پرورش صحتی صدای آمریکا